مدیر انستیتو هاتسون، رژیم ایران به زودی خواهد فهمید که صادراتش بسیار افت خواهد کرد. شمار قربانیان حمله به مساجد نیوزیلند به 50 نفر افزایش یافت. روزنامه حکومتی جهان صنعت، شکاف اعتماد بین مردم و حاکمیت در حال عمیق‌تر شدن است. ریچارد وایتس، مدیر مرکز تحلیل سیاسی نظامی در انستیتو هاتسون، درباره تحریم نفتی رژیم ایران گفت: خزانه‌داری آمریکا به یک سری کشورها توصیه کرده است که هیچ گونه بیمه خدماتی به نفتکش‌ها داده نشود و نفت هم از ایران خریداری نشود و هیچ نفتکشی هم برای رژیم ایران ساخته نشود. رژیم ایران با توجه به کم شدن تعداد نفتکش‌هایش اساساً برایش خیلی مشکل ساز خواهد بود که بتواند به صدور نفت ادامه دهد. بنابراین رژیم ایران به زودی خواهد فهمید که صادراتش بسیار افت خواهد کرد. شمار قربانیان حمله تروریستی به مساجد نیوزیلند به 50 تن افزایش یافت. همچنین حال بیش از 20 تن از مجروحان وخیم است و 12 تن از آنها تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. رسانه‌ها و مقام‌های نیوزیلندی کشتار روز جمعه را بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ نیوزیلند توصیف کردند. نخست وزیر نیوزیلند اعلام کرد در شرایط مالکیت سلاح در کشورش تغییراتی خواهد داد. روزنامه حکومتی جهان صنعت روز یکشنبه با نگرانی از خشم مردم نوشت: واقعیت امر این است که اکثر قریب به اتفاق مردم از شرایط اقتصادی و معیشتی موجود رضایتی ندارند. دشواری معیشت، گرانی، بیکاری، فسادهای کلان، کاهش شدید ارزش پول ملی، همه آن حوادثی است که سبب می‌شوند هر از گاهی اعتصاب و تجمعی برپا شود. شکاف اعتماد بین مردم، دولت و حاکمیت در حال عمیق‌تر شدن است و ناکارآمدی‌های اقتصادی روز به روز پررنگ‌تر می‌شوند. نیتان سیلز، هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، به انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی هشدار داد که با خطر حملات تروریستی رژیم ایران در خاک خود روبرو هستند و باید برای مهار این رژیم اقدامات بیشتری انجام دهند. وی گفت: رژیم ایران در سالهای گذشته چند طرح تروریستی در اروپا دنبال کرده است و باز هم میتواند انجام دهد. نیتان سیل به اخراج سفیران رژیم ایران از اروپا در اوایل دهه 90 میلادی در واکنش به یک حمله تروریستی اشاره کرد و گفت آن ماجرا میتواند درسی برای رویارویی با تهدید مشابه امروز باشد. دادگاهی در ایران مایکل وایت، شهروند 46 سالی آمریکایی را به جرم توهین به خامنه‌ای و ارسال عکس خصوصی به 10 سال حبس محکوم کرده است. مایکل وایت در ژوئیه سال 2018 که برای چندمین بار به مشهد سفر کرده بود بازداشت شد. وی در این مدت اجازه دیدار با خانواده‌اش را نداشته است. خانواده او گفتند این شهروند آمریکایی با داشتن ویزای معتبر به ایران سفر کرده است. جلیقه زردها در فرانسه 18مین هفته تظاهرات خود را پشت سر گذاشتند. گروهی از تظاهرکنندگان شیشه های چند رستوران، مغازه، بانک و ساختمان های دیگر را در خیابان شانزلیزه شکسته و آنها را به آتش کشیدند. وزیر کشور فرانسه با اعلام اینکه حدود 10,000 نفر در اعتراض پاریس شرکت کردند گفت حدود 1,500 تن از این افراد خرابکار بودند. نخست وزیر فرانسه نیز طی پیامی گفت اعمال خشونتبار در شانزلیزه نه کار راهپیمایان بلکه کار غارتگران، آتش افروزان و مجرمان است.